کشتن مرغ مینا نوشته هارپر لی فصل دوم زیرا اجازه داد شام درست کردنش را تماشا کنم خب حالا چشماتو ببند دهنتو واکن، کن میخوام یه چیز خوبی بهت بدم زیاد اتفاق نمیافتاد که او برای ما نان قندی درست کند همیشه میگفت فرصت ندارد اما آن روز که هر دو ما مدرسه بودیم کارش سبکتر بود می دانست که من نان قندی را خیلی دوست دارم. امروز جاتون تو خونه خالی بود. خونه انقدر خلوت شده بود که از ساعت دو رادیو رو روشن کردم. چرا؟ من و جیم که غیر از روزای بارونی هیچ وقت خونه نیستیم؟ میدونم. اما آخه همیشه یکی از شما زیر گوشم هستین. دلم میخواست بدونم هر روز چقدر از وقتم و فقط صرف صدا کردن شماها میکنم. از روی صندلی آشپزخانه بلند شد و ادامه داد. انقدر که میشه باهاش یه سینی نونقندی درست کرد. خیلی خوب. حالا برو کنار بذار من شام رو میز بچینم. کالپورنیا خم شد و مرا بوسید. در حالی که از خودم سوال میکردم چه به سرش آمده است، از آنجا دور شدم. پیدا بود که میخواهد از من دلجویی کند. رفتارش نسبت به من همیشه خشن بود و حالا بالاخره به اشتباهش پی می برد. متاسف بود ولی لجاجتش بیشتر از آن بود که این تأسف را به زبان بیاورد. حوادث تحریک کننده آن روز خسته ام کرده بود. بعد از شام وقتی اتیکاس برای خواندن روزنامه آماده شد صدا زد اسکات حاضری خدا پشت سر هم برایم می رسند. رفتم روی ایوان و اتیکاس به دنبالم آمد چیزی تیز گفتم حالم چندان خوب نیست و اگر او موافق باشد، فکر نمی کنم که دیگر به مدرسه بروم. اتیکاس روی نیمکت تاب نشست و پاهایش را در هم صلیب کرد. انگشتانش توی جیب با ساعتش بازی می کردند. می گفت تنها به این ترتیب می تواند فکر کند. ساکت و مهربان منتظر بود و من برای بهبود موقعیتم تجدید قوا می کردم. اتیکاس تو خودت هیچ وقت مدرسه نرفتی و کار خوبی هم کردی. منم میخوام تو خونه بمونم. همونطور که پدر بزرگ به تو امو جاک درس میداد، تو هم میتونی به من درس بدی. نه، من نمیتونم. من باید خرج زندگی رو در بیارم. از طرف دیگه اگه تو رو تو خونه نگه دارم، حبسم میکنن. امشب یک خوراک نمک میوه بخور و فردا برو مدرسه. من حالم خوبه، چیزیم نیست. حدس میزدم. خب پس حالا راست بگو چته؟ یکی یکی هایی را که آن روز برایم اتفاق افتاده بود تعریف کردم. تازه بعدم خانم معلم گفت تو به من اشتباهی درست دادی و ما دیگه نباید با هم کتاب بخونیم. خواهش میکنم منو دیگه به مدرسه نفرس. اتیکاس خواهش میکنم. اتیکاس از جا بلند شد. به آخر ایوان رفت. لحظه پیچ رادیو را بازدید کرد و دوباره به طرف من برگشت. اسکات، تو اگه بتونی قبل از هر چیز یه فن کوچولو رو یاد بگیری، خیلی آسون میتونی با همه جور آدمی کنار بیای. اگه بخوای با کسی تفاهم داشته باشی، باید یاد بگیری به همه چیز از نقطه نظر اون نگاه بکنی. معذرت میخوام نفهمیدم. خب ببین منظورم اینه که باید توی جلد مردم بری و وضع همونطور که اونا حس میکنن حس کنی. اتیکاس گفت که آن روز من خیلی چیزها یاد گرفتم و خانم کارولین هم شخصا چیزهایی آموخته است. مثلا خانم کارولین حالا میداند که نباید به یک کانینگ هم چیزی بدهد. من و والتر هم اگر در موقعیت او قرار داشتیم می توانستیم بدانیم که ندانسته مرتکب این اشتباه شده است. نمیشد توقع داشت که او در ظرف یک روز به همه ی آداب و رسوم میکم پی ببرد و وقتی از چیزی اطلاع نداشت درست نبود که او را به آن خاطر مسئول بدانیم. خب اگه اینطوره منم نمیدونستم که نباید سر کلاس چیزی براش بخونم. اما اون با هم دعوا کرد. ناگهان فکری به خاطرم رسید. ببین اتیکاس، من هیچ وقت مجبور نیستم مدرسه برم. بوریسیول که یادته. اون هر سال فقط یه روز میاد مدرسه. بازرس تعلیمات اجباری هم میگه همین که اسمشو تو دفتر مدرسه می نویسه واسه اینکه قانون اجرا کافیه. این فکر رو از سرت بیرون کن اسکات. گاهی وقتا بهتره که قانون یه کمی انعطاف نشون بده اما راجب به تو انعطاف ناپذیره تو باید حتما مدرسه بری نمیفهمم چرا وقتی اون نمیره من حتما باید برم پس گوش کن اتیکاس توضیح داد که خانواده ایول از سه نسل قبل لکی ننگی به دامان میکن بودند به خاطر نداشت که یکی از آنها حتی یک روز شرافتمندانه کار کرده باشد. گفت بعد از کریسمس وقتی میخواهد درخت کریسمس را دور بیاندازد مرا با خود خواهد برد و نشانم خواهد داد که آنها کجا و چگونه به سر میبرند. آنها هم آدمیزادند ولی مثل حیوان زندگی می کنند. می توانند هر وقت اراده کنند و کوچکترین تمایلی به درس خواندن نشان بدهند به مدرسه بروند. البته راههایی وجود دارد که آنها را به زور در مدرسه نگه دارند ولی بیفایده است که به آدمهایی نظیر خانواده ایول به زور راه و رسم جدیدی برای زندگی تحمیل شود. اگه من نخوام فردا مدرسه برم مجبورم میکنی؟ اتیکاس با لحن خشکی جواب داد بذار این بحث رو اینطور خاتمه بدم. تو، خانم اسکات فینچ، یک آدمی هستی مثل همه و مجبوری از قانون اطاعت کنی. سپس اضافه کرد که خانواده ایول به محیط به خصوص و منحصر به فردی تعلق دارند که خود این خانواده آن را به وجود آورده است. در بعضی موارد، مردم عادی با نادیده گرفتن بعضی از کارهای خانواده ایول برای آنها امتیازاتی قائل می شوند. برای مثال آنها مجبور نیستند به مدرسه بروند و یا باب ایول پدر بوریس اجازه دارد خارج از فصل هم به شکار برود. اما اتیکاس این کار خیلی بده. اینجا شکار خارج از فصل خلاف قانونه. مردم میکوم اینو یه جنایت می دونن. درسته. کار خیلی بدیه. خلاف قانونم هست. اما وقتی مردی هر چی گیر میاره میخوره اشک بچه‌هاش از گرسنگی در میاد من این حوالی هیچ مالکی رو نمیشناسم که شکاری رو که پدر این بچه ها بتونه بزنه از اونا مزایقه کنه اما آقای ایون نباید این کار رو بکنه البته که نباید بکنه ولی اون عوض به شو نیست حالا به این نتیجه رسیدی که باید درباره این بچه ها اقماز داشت زیر لب گفتم نه پدر و آخرین تیر ترکشم را هم رها کردم. ولی اگه مدرسه برم دیگه نمیتونیم با هم کتاب بخونیم. واسه این ناراحتی ها؟ بله پدر. وقتی اتیکاس به من نگاه کرد، چهرهش آن حالتی را داشت که همیشه خبر تازه را نوید میداد. پرسید، میدونی مصالحه یعنی چی؟ ندید مم... ندیده گفتن قانون؟ نه، یه توافق مبتنی بر گذشت متقابل. به این ترتیب که اگر تو لزوم رفتن به مدرسه رو بپذیری، ما مثل هر شب برنامه یک کتاب خوندن رو با هم ادامه میدیم. قبول؟ بله پدر. داشتم خودم را آماده می کردم که برای تسجیل قرار روی دستش توف کنم. ولی اتیکاس که منظورم را متوجه شده بود گفت قرارداد ما بدون این تشریفات رسمی هم معتبره. زمنن، اسکات بهتر راجب این توافق اصلاً تو مدرسه حرف نزنی چرا حرف نزنم میترسم این اقدام ما با عدم رضایت مقامات مدرسه مواجه بشه من و جیم به سبک دیوانی و رسمی حرف زدن پدرمان عادت کرده بودیم و اجازه داشتیم هر وقت مطالب او برایمان غیر قابل فهم بود حرفش را قطع کنیم و توضیح بخواهیم ام... چی گفتی بابا اسکات من مدرسه نرفتم. اما حس می کنم اگه خانم کارولین بدونه ما هر شب برنامه کتاب خوندن داریم پا تو کفش من بکنه و من اصلا نمی خوام پا تو کفش من بکنه. آن شب اتیکاس ما را در حالت عصبی یک هیجان شدید فرو برد. مقاله مفصلی برای ما خواند درباره مردی که بدون هیچ علت معقولی بالای یک دیرک پرچم نشسته بود. همین موضوع باعث شد که روز شنبه بعد جیم تمام وقت بالای درخت توی کلبه درختی به سر برد. بعد از صبحانه به آنجا رفت و تا غروب آفتاب آنجا نشست و اگر اتیکاس راه های تدارکاتی او را قطع نکرده بود میخواست شب هم همانجا بماند. ساعات روز من همه صرف این شد که بالا و پایین بروم، به دنبال فرمانهای او بدوم برایش خوردنی و آشامیدنی و چیزهای خواندنی آماده کنم و داشتم رخت خوابش را هم به آنجا منتقل می کردم که اتیکاس گفت اگر آن را به حال خودش بگذارم پایین خواهد آمد و حق با او بود دیگر روزهای مدرسه از روز اول بهتر نبود آنها در واقع به طرح بی انتهایی می ماندند که با صرف فرسنگ ها کاغذ رسم و مداد رنگی به حساب دولت آلاباما که از روی حسن نیت ولی بیحاصل کوشش میکرد اسلوب کار گروهی را به من بیاموزد. این اسلوب میبایستی به تدریج شکل بگیرد. آنچه جیم به آن سیستم اعشاری دیوی نام داده بود در پایان سال اول تحصیلی من در تمام مدرسه تعمیم یافت و من این توفیق را که بتوانم آن را با سایر اسلوب های آموزشی مقایسه کنم به دست نیاوردم تنها چیزی که می توانستم ببینم این بود که اتیکاس و عمویم در خانه درس خوانده بودند و همه چیز را میدانستند یا لاعقل چیزی را که یکی نمیدانست دیگری میدانست علاوه بر این میدیدم که پدرم سالها در انجمن ایالتی عضویت داشته و هر بار بدون هیچ گونه مخالفتی به نمایندگی انتخاب شده. در حالی که نسبت به تعالیمی که معلمان من تصور می کردند برای یک هموطن خوب ضروری است، بیگانه است. جیم که نیمی با سیستم اعشاری و نیمی به شیوه کلاهشیپوری تعلیم یافته بود، به نظر می رسید که هم تنهایی و هم در جمع خوب کار می کند. اما جیم نمونه خوبی نبود. زیرا در قاموس تعلیم و تربیت شیوهی وجود نداشت که بتواند او را از کتاب خواندن باز دارن. خود من جز آنچه در مجله تایم و یا هرچه در خانه به دستم می رسید می چیزی نمیدانستم و با آن پیشرفت لاک پشتی مدرسه میکم که می بایستی در آن مثل اسب اساری دائما دور خودم به چرخم احساس می کردم که مقبون شدم. از چه چی چیز مقبون شده ام نمی دانستم. ولی می توانستم باور کنم که آنچه دولت آلاباما برای من در نظر گرفته فقط دوازده سال ملال لاین قطع است. در کلاس اول درس من نیم ساعت زودتر از جیم که تا ساعت سه بعد از ظهر در مدرسه میمان تمام می شد و من با تمام سرعت ممکن از کنار خانه رادلی می دویدم تا به حریم مطمئن ایوان خانه خودمان برسم. یک روز بعد از ظهر همچنان که به دو رد می شدم چیزی توجه هم را جلب کرد و چنان جلب کرد که نفس عمیقی کشیدم. به اطرافم خوب نگاه کردم و برگشتم. کنار پرچین خانه رادلی دو درخت بلوط بود. ریشه این درختها تا وسط کوچه پیش رفته و کف آن را ناصاف کرده بود. آنچه توجه مرا جلب کرد روی یکی از این درختها قرار داشت. زرورق نقرهی رنگی در فرو رفتگی تنه درخت زیر پرتو آفتاب نیمروزی درست مقابل چشمانم به من چشمک میزد. روی پنجه پا ایستادم. یک بار دیگر با عجله به اطراف نگاه کردم و دو قطعه آدامس بدون روپوش کاغذی از فرو رفتگی تنه درخت بیرون کشیدم. اول فکر کردم که آنها را فورم بخورم اما به خاطر آوردم که کجا هستم. به طرف خانه دویدم و روی ایوان قنیمتی را که به چنگ آورده بودم بررسی کردم. ظاهرا تازه و بی ای بود. بو کردم. بوی خوشی داشت. زبان زدم و مدتی منتظر ماندم و چون نمردم آنها را توی دهنم گذاشتم. آدامس سه نعنا. وقتی جیم به خانه آمد پرسید آن را از کجا آوردم. گفتم پیدا کردم. اسکات. چیزی که آدم تو کوچه پیدا میکنه که نباید بخوره. روز زمین نبود من رو درخت پیدا کردم جیم باور نکرد راست میگم رو درخت بود تو سوراخ اون درخته که وقتی از مدرسه میام سر راهمونه ها سری تو کن بیرون آدامس را که در هر حال از تعم و بو افتاده بود از دهن بیرون انداختم و گفتم همه بعد از او جویدمشو هنوز نمردم حتی مریضم نشدم جیم پاهایش را به زمین کوبید و گفت تو نمیدونی که نباید به اون درختها دست بزنی؟ اگه به اون درختا دست بزنی کشته میشی. تو یه دفعه به خود اون خونه دست زدی. اون با این فرداش. حالا برو سری دهن تو بشور. میفهمی؟ نمیخوام. اگه بشورم از دهنم میره. خب نشور منم میرم به کالپورنیا میگم. برای احتراز از این خطر که دوباره با کالپورنیا کلنجار بروم قبول کردم. به عللی نخستین سال تحصیلی من تغییر وجود آورده بود. سختگیری کالپورنیا، بی ادالتیش و مداخلهش در کارهای من تا حد قرولند آرامی که از نارضایتی کلی حکایت می کرد تعدیل شده بود و من به سهم خودم برای اینکه موجبات تحریک او را فراهم نکنم گاهی متحمل زحمت زیادی می شدم. تابستان در راه بود. من و جیم با بی سبری انتظار رسیدنش را داشتیم. تابستان برای ما بهترین ها بود. برای ما تابستان یعنی خوابیدن روی تخت خوابهای سفری روی ایوان عقب خانه که اطرافش با تور سیمی پوشیده شده بود خوابیدن توی کلبه روی درخت، خوردنی های خوشمزه، هزاران رنگ در متن چشمنداز ها و بالاتر از همه، دیل. در آخرین روز مدرسه، ما را زودتر از هر روز مرخص کردند و من و جیم با هم به طرف خانه راه افتادیم. من گفتم، فکر می فردا دیل بیاد. شایدم پس فردا. مدرسه های میسیسیپی یه روز دیرتر تعطیل میشه. وقتی به حدود درختان بلوط کنار خانه رادلی رسیدیم، انگشتم را بلند کردم تا برای صدومین بار سوراخی را که در آن آدامس پیدا کرده بودم به جیم نشان بدهم و او را متقاعد کنم که آدامس ها آنجا بودند. اما ناگهان متوجه شدم که دارم زرورق نقره رنگ دیگری را نشان می دهم. می بینم اسکات می بینم. جیم نگاهی به اطراف انداخت. دست دراز کرد و بسته کوچک براغ را با احتیاط در جیبش گذاشت. بعد به طرف خانه دویدیم و روی ایوان به تماشای جعبه کوچکی که از قطعات زربرق روی آدامس پوشانده شده بود پرداختیم. جعبه شبیه جعبه هایی بود که با آستر مخمل ارغوانی و یک چفت و بست ریز برای حلقه نامزدی درست می کنند. جیم چفت در جعبه را گوشود. داخل جعبه یک جفت سکه یک پنی ساییده و سیغلی شده یکی روی دیگری قرار داشت. جیم سکه ها را زیر و رو کرد و گفت سر سرخ پوستا روشه هزار و شیش نگاه کن اسکاد این یکی مال هزار و چقدر قدیمی هن. من تکرار کردم هزار و ببین یه دقیقه حرف نزن دارم فکر میکنم جیم فکر نمی کنی مخفیگاه کسی باشه؟ نه غیر از ما کسی از اینجا رد نمیشه فقط آدم بزرگا آدم بزرگا که مخفیگاه ندارن تو میگی میتونیم این سکه ها رو نگه داریم؟ نمیدونم باید چیکار کنیم اسکات اگرم هم بخوایم پس بدیم به کی باید پس بدیم؟ من مطمئنم هیچ که از اینجا رد نمیشه سیسیل از کوچه عقبی رد میشه و تموم شهر رو واسه اینکه به خونه برسه دور میزنه سیسیل جیکوبز که آخر کوچه ما نزدیک اداره پست منزل داشت برای احتراز از خانه رادلی و خانم هنری دو دوبوز پیر هر روز یک مایل تمام راه میرفت خانم دوبوز دو در بالاتر از خانه ما می نشست و همه همسایه ها متفقاً بر این عقیده بودند که تا کنون زنی به خباست او پا به عرصه وجود نگذاشته است. جیم فقط وقتی همراه اتکاس بود از جلوی خانه او رد می شد. پس چی کار کنیم جیم؟ هر کس چیزی پیدا می کرد، مادام که صاحب واقعیش پیدا نشده بود، می توانست آن را نگه دارد. از نظر ما ممکن بود گاه گاهی یک گل کامیلیا از باغچه کش رفت. روزهای گرم تابستان یک جرعه شیر گرم از پستان گاو خانم مادی اتکینستون نوشید و به انگور باغهای مردم ناخونک زد. ولی پول چیز دیگری بود. بالاخره جیم تصمیم گرفت. میدونیم چی کار کنیم؟ سکه رو نگه میدانیم تا مدرسه دوباره شروع بشه. بعد از همه بچه ها میپرسیم ببینیم مال کیه. شاید یکی از بچه های هومه اونا رو اونجا گذاشته و روز آخر مدرسه انقدر سرش گرم شده که اصلا یادش رفته برداره. بالاخره باید مال یکی باشه دیگه. ببین چه برراغه. یه نفر اونا رو پس انداس کرده. خب پس چرا اون آدامسا اونجا بود؟ هر کی میدونه که آدامسا نمیشه اونجا نگه داشت. نمیدونم اسکات. اما یه کسی باید به اینا خیلی علاقه داشته باشه. چطور؟ واسه این سرخ پوستا. چیزایی که از پیش سرخ پوستا میاد سحر شده. این چیزا شانس میاره. نه اینکه مثلا واسه شامیه مرغ سرخ کرده از غیب میرسه نه. شانسایی مثل عمر دراز سلامتی، نمره قبولی تو امتحان. یه کسی از که این سکه ها براش خیلی قیمتیه. من میذارمشون تو چمدونم. قبل از اینکه جیم به اتاقش برود، مدتی به طرف خانه رادلی نگاه کرد. به نظر می رسید که دوباره به فکر فرو رفته است. دو روز بعد، دیل در حالی که خود را غرق افتخار احساس می کرد فرا رسید. از میریدیان تا ایستگاه میکوم تک و تنها مسافرت کرده بود. این ایستگاه در ابودکانتی کانتی واقع شده و نام ایستگاه میکوم فقط یک نام افتخاری به شمار می رفت. از آنجا خانم ریچل او را با تاکسی منحصر به فرد میکوم آورده بود. در واگن رستوران ناهار خورده بود و در ایستگاه بی سنت لویز پیاده شدن دو قلوهای چسبیده به هم را تماشا کرده بود. وقتی این حوادث را نقل می کرد، حالتی بی و بی تفاوت داشت. شرت آبی زشتی را که به پیراهنش دکمه میشد کنار گذاشته بود و یک شلوار کوتاه درست و حسابی با کمربند به تن داشت. کمی چاختر شده بود، اما همانطور کوتاه مانده بود. می گفت پدرش را ملاقات کرده است. او از پدر ما بلندتر است. ریش سیاه و نکتیزی دارد و رئیس کل کمپانی الند الندن است. خمیازه ای کشید و اضافه کرد. تازه به لوکومتیوران هم کمک کردم. جیم گفت خب چه بازی بس دیگه. دیل امروز چی بازی کنیم؟ تام، سام و دیک. بریم تو حیات جلو. دیل با نمایش نامه راور بویز موافق بود. زیرا هر سه قهرمان این بازی مهم و اصلی بودند. معلوم بود از ایفای نقش سیاهی لشکر به تنگ آمده است. گفتم من از این بازی خسته شدم. رول تام راور از این جهت برایم کسالت آور بود که ضمن نمایش یک فیلم در سینما ناگهان حافظش را از دست میداد و دیگر تا آخر بازی که او را در آلاسکا پیدا می نقشی نداشت. گفتم جیم یه چیز تازه پیدا کن. خسته شدم از بس چیز تازه پیدا کردم. اولین روز تعطیلات بود و ما خسته بودیم. فکر کردم تابستان چطور خواهد گذشت. سلانه سلانه به حیات جلو رفتیم. دیل که با دقت به نمای ملالاور خانه رادلی خیره شده بود گفت بو بوی مرگ میشنوم. و وقتی من اعتراض کردم اصرار کرد که راست میگم واقعا بوی مرد میشنوم میخوای بگی هر وقت یکی داره میمیره تو میتونی بوشو بشنوی؟ نه من میتونم هر آدمی رو بو کنم و بگم میمیره یا نه این کار از یه پیرزن یاد گرفتم بعد به جلو خم شد و گفت جین لوئیس فینچ تو تا سه روز دیگه میمیری دیل اگه دهنتو تو نبندی جای سالم به تنت نمیذارم حالا جیم میانه حرفم دوید بسه تو هم همچین حرف میزنی که انگار به بخار داغ عقیده داری تو هم همچین حرف میزنی که انگار عقیده نداری دیل پرسید بخار داغ دیگه چیه هیچ وقت نشده که شب تو کوچه خلوت از کنار یه جای داغی رد بشی بخار داغ یه روحه که نمیتونه به آسمون بره و تو کوچه های خلوت سرگردونه. اگه آدم از وسطش رد بشه، وقتی مرد به همین سرنوشت دچار میشه. یعنی باید شبا تو کوچه ها بگرده و نفس زنده ها رو بمکه. چجوری آدم میتونه از وسطشون رد نشه؟ همچی چیزی محاله واسه اینکه بعضی وقتا تموم کوچه ها رو پر میکنن. اما آدم میتونه وقتی از بینشون رد میشه بگه فرشته تابنده هم مرده و هم زنده کنار برو از راهم نپیچ به دور پایم اون وقت دور آدم پیچن گفتم دیل حرفاشو باور نکن کالپورنیا میگه این حرفا مال سیاهاست جیم چشم ای به من رفت و بعد گفت بالاخره بازی میکنیم یا نه؟ من پیشنهاد کردم بیاین تایر بازی کنیم. جیم آهی کشید و گفت تو که میدونی من واسه این بازی ها دیگه بزرگ شدم. خب میتونی فقط به رفتم به حیات عقب و از زیر ایوان یک تایر کهنه یا اتومبیل آوردم. تایر را به حیات جلو بردم و گفتم اول من دیل گفت تازه از راه رسیده است و اول او باید سوار شود. جیم میان ما داوری کرد و اینطور حکم داد که نوبت مال من باشد و در عوض دیل مدت بیشتری سوار شود. من وسط دهانه تایر چمباتمه نشستم. جیم به خاطر تکذیبی که درباره بخار داغ از او کرده بودم از من رنجیده بود و با شکیبایی پی فرصت میگشت تا آن را تلافی کند. من هنگامی متوجه این مطلب شدم که او با تمام نیرو تایر را به طرف پیاده رو غلطاند. زمین، آسمان و خانه ها پیش چشمم در هم آمیخته بود. گوشهایم صدا می کرد و داشتم خفه می شدم. برای متوقف کردن تایر نمی توانستم از دستها کمک بگیرم زیرا میان سینه و زانوهایم گیر کرده بود. برای متوقف کردن تایر نمی توانستم از دستها کمک بگیرم زیرا میان سینه و زانوهایم گیر کرده بود. تنها امیدم به این بود که جیم به تایر برسد و آن را متوقف کند یا روی پیاده رو با مانعی تصادف کنیم. صدای جیم را می شنیدم که به دنبال تایر می دوید و فریاد می کشید. تایر با سنگریزه های کف خیابان تماس پیدا کرد. از روی آنها به طرف خیابان لغزید به مانعی برخورد و مرا مثل یک چوب پنبه در بطری به بیرون پرتاب کرد چشمم سیاهی میرفت و دلم به هم میخورد روی زمین دراز کشیدم سرم را به این طرف و آن طرف تکان دادم تا صدایی که توی گوشهایم پیچیده بود خاموش شود و بعد صدای جیم را شنیدم اسکات زود در رو بیا اینجا سرم را بلند کردم و چشمانم به روی پلکان خانه رادلی که درست روبرویم قرار داشت خیره ماند. از ترس سر جایم خشک شدم. جیم همچنان فریاد میکشید. اسکت بیا اینجا بلند شو اسکت اونجا نمون یا لازود باش. حالم کمی جا آمد و در حالی که هنوز می لرزیدم سر پاییز دادم. تایه رو بردار تایه رو بیار حواست کجاست به محض اینکه قادر به حرکت شدم با تمام قدرتی که در زانوها سراغ داشتم به طرف آنها دویدم جیم با تشدد پرسید چرا تایه رو نیاوردی چرا خودت نمیری بیاریش جیم ساکت شد برو همینجا پشت دره تو که دفعه به خونه دست زدی یادت رفته با خشمی شدید به من نگاه کرد اما چون نمیخواست خودش را از تک و تابی اندازد به طرف خانه رادلی دوید نزدیک در که رسید ابتدا پاورچین پاورچین جلو رفت و بعد ناگهان با یک جهش خود را به تایه رساند و به دو آن را همراه آورد در حالی که به شجاعتش میبالید گفت دیدی هیچ چی نشد بعضی وقتا با بقیه دخترایش فرقی نداری خجالت داره. من می دانستم که مطلب به این سادگی ها نیست. اما تصمیم گرفتم چیزی به او نگویم. کالپورنیا روی ایوان خانه ظاهر شد و صدا زد. وقت لیموناده تا زنده زنده تو این آفتاب داغ کباب نشدید میای تو. لیموناد قبل از ظهر فصل تابستان از همه چیز واجب تر بود. کالپورنیا یک تنگ لیموناد با سه لیوان روی ایوان آورد و به دنبال کارش رفت. از اینکه اوقات جیم از دست من ترخ بود زیاد ناراحت نبودم. میدانستم لیموناد خلق خوشش را باز خواهد آورد. لیوان دومش را سر کشید و در حالی که با دست به روی سینهش میکوفت گفت حالا میدونم چه بازی بکنیم. یه چیز تازه، یه چیز دیگه. دیل پرسید چی؟ بورادلی گاهی می توانستم فکر جیم را خیلی خوب بخوانم. این بازی را از آن جهت انتخاب کرده بود که به من نشان دهد مطلقا از رادلی ها نمی ترسد. می خواست شجاعت قهرمانانش را مقابل ترس من قرار دهد. دیل پرسید بو رادلی؟ چطور؟ جیم شروع کرد. اسکات تو میشی خانم رادلی خیالشم ندارم دیل مداخله کرد چیه؟ می میترسی؟ بو میتونه شبا وقتی ما خوابیدیم از خونه بیرون بیاد. جیم حرفم را برید و گفت اون از کجا میفهمه ما چیکار میکنیم؟ من اصلا خیال نمیکنم اون هنوز اونجا باشه. حتما خیلی وقت پیش مرده. نششم تو دودکش بخاری چپوندن. دیل گفت جیم من و تو با هم بازی میکنیم. اسکات اگه میترسه میتونه فقط تماشا کنه. من تقریبا اطمینان داشتم که بورادلی در آن خانه است. اما نمی توانستم آن را ثابت کنم. بنابراین بهتر دیدم زبانم را نگه دارم. اگر نه متهم می شدم که به بخار داغ عقیده دارم. در حالی که لاعقل در روشنایی روز این امر حقیقت نداشت. جیم رولها را تقسیم کرد. من شدم خانم رادلی و تمام کاری که بایستی انجام می دادم این بود که از خانه بیرون بیایم و ایوان جلو را جارو کنم. دیل آقای رادلی پیر بود و بایستی در طول پیاده رو بالا و پایین برود و هر وقت جیم با او حرف میزد بایستی سرفه کند. البته جیم بورادلی بود و وقت و بی وقت از پلکان خانه پایین میرفت و جیغ یا زوزه می کشید. همراه تابستان نمایشنامه ما هم جلو میرفت. به آن جلا می دادیم و کاملش می کردیم. گفتگوها و ماجراهای تازه به آن میافزودیم تا اینکه بالاخره نمایشنامه کوچکی سرهمبندی کردیم که هر روز آن را تغییر میدادیم. دیل اوجوبه ای بود. هر نقشی برای او تعیین میشد چنان خوبی فا می کرد که گویی برای آن آفریده شده است. اگر در نقش